سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی داخلی و خارجی. بر اساس یک دستور ویژه‌ی رئیس جمهور، پس از این سیب‌های میدان وردک به نهادهای امنیتی و دیگر ادارات دولتی خریداری می‌شود. مسئولان اتحادیه باغداری میدان وردک می‌گویند که با این اقدام برای 50% سیب این ولایت بازاریابی می‌شود. اداره ملی تدارکات نیز می‌گوید که تمام تلاش این است تا به تولیدات داخلی بازاریابی کند. نرخ رشد اقتصادی بریتانیا به کندترین میزان در دهه اخیر است. بر اساس آمارهای رسمی، اقتصاد بریتانیا کندترین رشد اقتصادی خود در دهه اخیر را تجربه کرده است. مرکز ملی آمار این کشور در گزارش گفته است نرخ رشد اقتصادی بریتانیا در 3 ماهه منتهی به سپتامبر امسال 2019 در مقایسه با همین مدت در سال پیش نقطه به نقطه به 1% رسیده است. این رقم در 3 ماهه دوم سال 3.1% بود. یک سخنگوی این مرکز گفته است با نگاه به تصویر کلی اقتصاد در سال پیش در میابیم که آهنگ رشد اقتصادی به آهسته ترین نرخ برای تقریبا 1 دهه تقلیل یافته است. این آمار در حال ارائه شده که اقتصاد این کشور در 3 ماهه سوم سال جاری میلادی با رشد معادل 3.0% به رکود نرفته است. تخمین اقتصاددانان حتی در بانک مرکزی این کشور از رشد اقتصادی بریتانیا از این رقم بالاتر بود. دوباره برگشتیم بیننده های عزیز و محور بحث امروز هم در رابطه با وضعیت سردخانه ها در کشور است و اینجا برای بحث بیشتر حاجی میرویس حاجی زاده صادر کننده میوه تازه و سبزیجات اینجا با ما هستند. حاجی صاحب سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما برای تمام بیننده های تلویزیون آریانا نیوز شما. سلام باشید. آقای حاجی زاده، در حال حاضر از دید شما وضعیت سردخانه ها چگونه است در کشور؟ قسمی که به من دوستا بهتر معلوم است، سردخانه خو در افغانستان در کابل هیچ موجود نیست، هیچ وجود نداره. اگر یک سردخانه دو سردخانه که جور شده، یک سردخانه به فکر من به بامیان جور شده و یک کدام سردخانه دیگه به قندار کدام جایی که جور شده، او معیاری نمی باشه. سردخانه که در بامیان جور شده، بامیان خودش سرد است. به سردخانه بامیان ضرورت نداره. بامیان از بهترین تکوی ها، از بهترین جایی داشتن که خودشان امی از باب صادرات خود هم مثل کچالو را واس اموج نگاهداری میکردن. به مدت 3 ماه 4 ماه در او خوبتر بود نسبت به سردخانه که جور کردین. در کابل یگانه مشکلی که ما داریم سردخانه داریم، چون که در کابل سردخانه نداریم و این ما مشکل که واباز میگرده و به مربوط به وزارت زراعت میشه. ما از وزیر صاحب زراعت تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم، چندین سال است که پیشنهاد کردیم و این صحبت های ما به کرسی نشوشتر رسانه که خدمت کرد، ما از رسانه ها تشکری میکنم، مگر بدبختانه که یک سردخانه جور نکردیم. سردخانه که میگیم این قدری که وزارت زراعت این را سخت فکر میکنه، میاری از ایره جور کردن از ایره به اون مشکلی که یا سنجش میکنن که مصرف این میاره داره، او گپ نیسته. اگر خود حکومت برای ما جای مناسبه، همجوار به مارکت سردخانه ضرورت است. همجوار مارکت اگر برای ما جای از جای دولتی هم است، از خود امی حکومت ماست، از خود وزارت زراعت مربوط شان است، تسلیم تاجرا کنند. تاجرا با بسیار خوبی و با بسیار فرصت خوب با وقت کم با مدت 6 ماه با مدت 1 سال بهترین سردخانه جور میکنند تاجرا. خود حالا شما چی فکر میکنید که وزارت زراعت در این زمینه چرا ناتوان هست؟ دلیلش چی میتونه باشه؟ وزارت زراعت رهبری درستی نداره. جناب وزیر صاحب از صحبت های من خفه نشه، من با جناب وزیر صاحب یک احترام خاص دارم، وزیر مملکت ماست. مگر بهترین اقتصاد یک کشور که چرخش میکنه و گردش میکنه به اقتصادش به زراعت کشور، وزیر زراعت یک لور بسیار مهم کلیدی را داره در سطح افغانستان. ما چی داریم؟ به جز از صادرات اینمی میوه‌جات و سبزیجات ما دیگه طرف ما کدام چیزی مهمی نداریم، مگر معدن داریم، مگر
سنگ لاجورد و چیزای قیمتی داریم، او همش به دستای کسایی است که او به دسترسی به ما نداره. ما از بهترین آب و هوا برخوردار هستیم، ما از بهترین موسم برخوردار هستیم. مگر یک خواهش از جناب وزیر صاحب میکنم که هم جوار مارکت یک سردخانه در چارجیری در سیجیری بهترین سردخانه میشه. برای فعلا ناظر اگر دیگه امکان نداره، بانک جهانی بودجه را پاس کرده بود 12 سردخانه بود، دو سردخانه را یا اعمار کردین، یکیش در بامیان است و دوم دیگهشم دمی ولایت 34 ولایتی که جور کردین بر خودشون بهتر معلوم است. خود سردخانه معیاری نشده، یک سردخانه کم جوار به مارکت جور کنه، دسترسی و حل مشکلات تمام تاجرها به او حل میشه، تاجر باز در مشکل برابر نمیشه. باز شما نخود شکایت سردخانه را شنیده، چون که نرخای بازار افغانستان گاهی به کاهش است گاهی به افزایش است. در او مرور زمان به او روزایی که نرخ به کاهش باشد، تاجرها میتونه که خریداری کنه امی از باب و میوه و تولید وطن خود ما را به مدت چند روز در سردخانه نگهداری کنن، واپس که بازارها خوب شد افزایش یافته که میتونن به بازار عرضه کنن صادر کنن به کشورهای همسایه میتونن. ما چیز را داریم فعلا به صادرات واردات پاکستان، امی فعلا قندار شما ازل قیاس میکنم، قندار نیمرو زعفرار تمامش تولید ایران تحت تاثیر استثماری ایران است، چون که تولید ایران است مصرف کنندش ولایت هرات است، ولایت نیمروز است، ولایت فراز، ولایت قندار است. دست پاکستان صادرات پاکستان که فعلا واردات پاکستان است به افغانستان به قندار، می فعلا کچالوی پاکستان مدت 8 ماه که در سردخانه است، مگر او هم فعلا در افغانستان میآید، لازم نیست که بیا ام مسیر به قندار به هرات به نیمروز میآید. هیچ باید به او اجازه نتن. چی تاثیر و چی خوبی دارن او سردخانه دارن. اگر او سردخانه نمی داشت آل فصل نو پاکستان سر پاس، فصل نو پاکستان میرسه. ضرورت نداریم که ما به او چیز پاکستان، پاکستان بهترین صادرات خود انواع باب که داشته باشه، خوبترینش صادرات میکنه به امارات، به دبی، به قطر، به عربستان. مگر بدبختانه امو میوه خود، امو صادرات مثل سبزیجات خود او را همیشه روان میکنه به افغانستان. افغانستان کامت امی ولایت های هم جواب به اسلام میواد یک بار مصرف بوری، یک بار مصرف بوری، یک بار مصرف بوری. بله دوم دیگه شما قضاوت کنی، 3 میلیون کیلو کچالو تنها مصرف اردوی ملی است. 2,424,000 کیلو کچالو وزارت داخله است. اینمه طور 4.5 میلیون دیگه مصرف وزارت ریاست جمهوری است، ریاست امنیت ملی است و دیگه ارگان است. این مصرف چی میشه؟ به خاطر که نرخ ازی کاهش داره. در سال جاری وزارت زراعت گفتن که ما بودجه کافی بر ساخت سردخانه ها نداریم و از 12 سردخانه که شما اشاره کردین، 2 سردخانه در حال حاضر ساخته شده که هم گفتین معیاری نیست. بنا. حالا ساختن یک سردخانه معیاری چقدر هزینه برمی‌داره؟ از این شخ ما تقمین کرده نمیتونم به خاطر از این و این قدری یعنی که یعنی چقدر میتونه باشه، چون وزارت زراعت گفتن که ما نمیتونیم. او قدری که وزارت زراعت اعتراض داره به او اندازه ای نه، او مصرف نداره. هر تاجری که در پاکستان از زمیندار اوجا چودریا میگن، زمیندار میگن که 400 500 جریب زمین داره، هر کدام شخصی برای خود یک سردخانه داره، بهترین سردخانه داره، فی سردخانه یا را بهتر شاید باشه که زمین 3 لک 4 لک دلار زیادتر مصرف نداره. اگر همین حکومت یک جریب دو جریب سه جریب به یک جریب خو گزاره نمیشه، 3 جریب 4 جریب زمین تسلیم تاجرا کنه، ما اتحادیه داریم، به اتحادیه ما تسلیم کنه، همی خود تاجرا امانگی میکنن، هم نظر میشن. ما وعده برشون میتم که به مدت 6 ماه الی 1 سال بهترین سردخانه را هم جوار مارکت جور میکنیم، چون که هم جوار مارکت زمینای دولتی است، مگر تمامش غاصبین زمین امروز یک ذره گوشش میکنن، صبح خشت میگیرن، دیگه صبح بوره جور میکنن. باز همی حکومت تمو زمینی که روزمره غصب شده میره فردا او را چپه کده نمیتونه. شما چقدر پیشنهاد دادین برای وزارت زراعت که سردخانه جوار مارکت های میوه باید باشه؟ بازم براتون میگم نسبت به می احترامی که به وزیر صاحب داریم، جناب وزیر صاحب 4-5-6 مشاور داره. مشاور امروز اقتصاد افغانستان با اقتصاد اروپا ضرب نمیزنیم. مشاورای نکتایی پوش احترام داریم و جای خود دارن، مگر مشکل در چیز باید مشاور محلی، مشاور مردمی داشته باشه. جناب وزیر صاحب، جناب وزیر صاحب باید همراه اتحادیه مارکت صحبت کنه، مشوره کنه، ما یک بار دید و بازدید کنه، همراهشون مشوره کنه. همی سکرتارایش که است، همی مشاور وزیر صاحب که است، شما چی آگاسته که او از نرخ بمی سبزیجات، از نرخ میوه و آگاه هستند؟ و نرخ نمیفهمند که نرخ چند است.
قیمت بازار چند است و موسم فصل متوجه نمیفهمن من نمیگم نمیفهمن مگر او آگاهی را که یک نماینده مارکت داره که به کدام موسم از کدام ولایت از کدام کشور صادرات و واردات است امیر او آگاه نیستند او مشکلات بگم اگه بهتر معلوم است چهار دروازه همیشه رخصتی های مدد دوم است برای یک هفته برای ده روز برای پنج روز بسیاری وقت دروازه بند می باشه اسکینر ها خراب می باشه مال سبزیجات لازم نیست که اول در دروازه برای پنج روز شش روز استاد باشه به مون دروازه که سنگ زغال و چوب و برنج استاد است به مون دروازه رومی بانجان رومی هم استاد است لازم نیست چون که یک قابلیت داره زودتر فرصت میشه باید برای از یک قابلیت به طبیعه بازم اگر اینمی کاهش و افزایش می دروازه که بند شد چهار دروازه که مزدود شد در مارکت نرخ افزایش میافه در صورتی که چهار روز پنج روز بعد یک بار مال هجوم کنه به خود مرکز بیاید به کابل بیاید به مارکت بیاید بیر چندین رسانه ما گفتیم یک فامیل یک چارک انگور یک چارک میوه را بدون سردخانه نگاه کردن نمیتونه یک تاجر که روز دو موتر پنج موتر سبزیجاتش بیاید هیچ امکان نداره بدون سردخانه هیچ امکان نداره گفته میشه در گذشته میوه‌جات و سبزیجات کشور به پاکستان انتقال پیدا میکرد در سردخانه های اونجا نگهداری می شد و دوباره در فصل که ما مو میوره نداشتیم به کشور فروخته می شد. حالا چقدر این مشکل حل شده؟ این مشکل خود تا جایی حل شده گپ شما صحیح است مگری تا جای واقعیت به خاطر از این نداره چون که این میوه ما او قدر ظرفیت نداره که تا پاکستان بره اوجه در سردخانه نگاه کنن واپس بیاره سیر الفساد شده فاسد شده تاجرای ما همی فعلا ما خود ما سیب وردک میدان خریداری کردیم مگر سردخانه نیست ما به یک تاکوی نگاه کردیم چون که بازار ممالک بیرونم همی سیب ایرانی گرفته پیکینگ و بسته‌بندی سیب ایرانی بهتر است به ما مجال کار نمیته مجال صادرات نمیته ما چندین نمونه را به قزاقستان ارسال کردیم ما به ازبکستان ارسال کردم او پیکینگ بسته‌بندی را که کشورهای خارج میکنه مثل ایران مثل خود ازبکستان که به قزاقستان و به روسیه صادر میکنه ما هم او پیکینگ بسته‌بندی را نداریم ما خواهش میکنیم از وزارت زراعت که همراه تاجرا مشوره کنه پرسان کنه حل مشکل داشته باشه که مشکل تاجرا را حل کنه در سیستم پکینگ و بسته‌بندی در سال جاری چقدر تغییرات دیده شد یا هیچ تغییری نکرد؟ موسسه یوسایدی یک چیز کمک کرد تاجرای ما را کورس های سواد آموزی واره تریلینگ داد درس دادن همراهشان مشوره کردیم بازم خوب بود خب به او اندازه ما امو مواد را امو دسترسی را نداریم که به مو سیستم پکینگ کنیم بسته‌بندی کنیم اگر میوه خوبش باشه بسته‌بندیش خراب است اگر بسته‌بندیش خوبش باشه یک تعداد مشکلات از کال آفت برام اگه معلوم است امسال انگور ما را آفت زد تمام انگور مردم را جاله زد همش بدبختانه که تمام ستون فقراتی وطن دهقان است تاجر است امی امروز دمی کشمکش امی حکومت دمی کشمکش همی دو جناب که هر کدامش تشنه قدرت هستند همی دو تشنه قدرت باعث ضعف و پسمانی همی ملت شده روز برای ما حالت وطن به بدبختی میبینم و به خوبی هیچ امکان نداره که وطن به آبادی بره امسال بیشترین صادرات میوه را به کدام کشورها داشتیم؟ ما بهترین صادرات میوه را به کشور پاکستان داریم به خاطر کم جوار است برای ما نزدیک است و ما میتونیم که از طریق ترانسپورت صادرات کنیم و کشورهای دیگر و کشورهای دیگر هم مثل قزاقستان و ازبکستان داریم خب مسیر را دورتر است امی میوه که سر الفساد است به کشورهای دیگر کم داریم به خاطر چی که موسم افغانستان و موسم قزاقستان و ازبکستان 20 روز یک ماه تفاوت داره خوب انگور قزاقستان داره خوب انگور ازبکستان داره امی میوه را که ما داریم زیاترش ازبکستان هم داره یگانه وطنی که است پاکستان است به خاطر چی که از هوا آب و هوای گرم برخوردار است میوه ما را ضرورت داره خو سالانه تعرف خود افزایش میده سال مره او امو مقصدی که داره مقصد خود حاصل میکنه اقتصاد افغانستان او چی مد نظر داره او مشکل خود مد نظر میکنه امی فعلا چند روز میشد مدت 3 4 روز میشه که روی بازار مارکت کینو گرفته مالتا گرفته ما بهترین مالتا در جلال آباد داریم اما از این میز شما میگیم باید از این آل استفاده کنند صادرات مالته ما را او روسیه به مالته ما بسیار ضرورت داره به این مالته افغانستان بلخصوص مالته جلال آباد مگر کوک صادرات از کدام طریق از کدام را از کدام معموله همیشه مداد زدیم عمل کردنش بسیار مشکل است وزارت تجارت در قسمت بازاریابی چقدر توانسته توجه جدی کنه امسال و تا جایی که دیده میشه میوای کشور ما بدتر از سالهای دیگر در کنار جاده ها خیلی با قیمت کم به فروش میرسه تا حالا
دقیقاً وقت ما صادرات خوب داشتیم، پس چرا میوه ما به قیمت کم به فروش میرسه در کنار جاده ها؟ امی رابور و انباری که به شما و به دویا میرسه این دقیق نمیباشه، همیشه به خاطر مقام و مرتبه و چوکی خود یا همیشه میگن صادرات افزایش یافته، در صورتی که او گپ نیست. سال قبلی 350,000 تن میوه و سبزی ما صادرات داشتیم به کشورهای همجوار همسایه، مگر امسال از 100,000 الی 150,000 تن ما بالا صادرات نداریم. امی صادراتی را که داریم هم ای او معمولا و چی را پوره نمیکنه. صادرات امسال دقیقاً چقدر بود؟ از امی صد از امی شاید 120 الی 150,000 تن باشه، بالاتر نیست. این چیزی که انبار و اتاقای تجارت است، این را شما میتونید که از اتاقای تجارت کسی که در رسش است او را دعوت کنی، از او پرسان کنی، مگر نسبت به سال قبلی از نیم هم نیم شده، یعنی کاهش یافته. کاهش یافته، بله. بیشتر چالش امسال در صادرات میوه تازه چه بود؟ بیشتر صادرات میوه تازه مامی بود که پاکستان طرف گمرکی خود بالا کرد و دوم دیگه همی کلدار که است یا تومن که است، این نرخش پایین تر از افغانی است. هر بار قیمتی که ما میوه را به صادرات میکنیم به پاکستان، حجم کلدار از او، قیمت کلدار از او پایین تر از افغانی است. دو کلدار که یک افغانی شوه، همی ده لک شوه، ده لکش 20 لک کلدار میشه. او 20 لک کلدار که واپس انتقال میتیم توسط بانک، توسط صرافی ها، او حجم را که اینجا است او را پوره نمیکنه. چرا؟ که گمرک دو برابر است. از خود خرید میوه کده مصرف و گمرک پاکستان زیادتر میشه. از خود خرید میوه کده دو برابر سه برابر مصرف را زیادتر است. طبعا او برای با واره نمیکنه. یک فامیلی که میوه را میخره، اگر کیلوی 200 باشه، کلدار خود پاکستان همو قیمت خود داره، همو ارزش خود داره. 1,000 کلدار که یک آدم میوه بخره خریده نمیتونه در پاکستان. حد اناس گفته نمیتونم به اندازه کافی را، مگر هم اگه نمیتونه، چون که میوه ما وجه صادراتش این مشکلات ها سراسر مشکل است. از گمرک مشکل داره. همه سال وقتی که فصل میوه تازه میرسه، همه سال طرف های گمرکی را بلند میکنه یا هزاران چالش دیگه برای بازرگان ایجاد میکنه و حکومت افغانستان هم میفهمه که چون این چالش همه سال وجود دارد، پس چرا راه های بدیل پاکستان که در حال حاضر ایجاد شده، راه های ترانزیتی زمینی، روی چالش هایش که از بین برود توجه جدی نمیشه؟ سخنگوی جناب خود رئیس جمهور این پیشنهاد برش ما کردیم، چندین بار به می رسانه ها برشون گفتیم، و جواب دادن که ما می خواهیم که همراه کشورهای همسایه همگرایی داشته باشیم. ما پشت همگرایی میگردیم که همراه کشورهای همسایه همگرایی داشته باشیم. او تو را میکشه، مگر تو برش میگی برو من همراه دوست هستم، او آمده به دشمنی همراه تو. تو بازم برش میگی که نه، من همراه دوستی دارم. همی بالمثل چندین باری را تکرار کردیم، اگر در مقابل پاکستان همی امسال صادرات سبزیش است، صادرات مالتیش است، بمی کریسمس همی امسال که پیشوری داریم، پاکستان مالتر صادرات میکنه به روسیه، اگر در می ترانسپورت ترانزیت از یا ما یک چیز گمرک افزایش بتیم، یک چیز سرشان جواب بالمثل برشان پیشنهاد کنیم، سال آینده و این کار نمیکنم. مگر چون که و بالمثل جواب ندیدین، اما به مو سیستم خود روان هستند. یک بدبختی خونه است، گفتم بدبختی که ما در گمرک داریم. گوش شنوا کوکی که همون گوش شنوا کنی مشکل تاجر حل کنه. با این 5 سال یا یک سردخانه را جور کرده نمیتونن، گمرک شما مطمئن باشه که یا جور کرده نمیتونن. بیشتر چالش هایی که بازرگانان در این زمینه دارن چه هست؟ دباره چی؟ اینا بیشتر در قسمت صادرات، مثلا دهلیز های هوایی چه قدم سال توانست، راه های ترانزیتی دیگر که بدیل پاکستان بود در قسمت صادرات میوه دهلیز کمک کند. دهلیز های هوایی با حجم یک تن است، دو تن است. این صادرات افغانستان با یک تن و دو تن خلاصی نداره. امارات، دبی، قطر، عمان، عربستان یک تن امر میتن، او رو هم دفته یک تن امر میتن. و راه های ترانزیتی زمینی دیگر مثل لاجورد، چابهار، او ظرفیت آیا ما انتقالات داریم از این؟ بله ها، بله ها. ما میتونیم که از رای چابهار صادرات کنیم. خود ترکاری و سبزیجات چیزی است که سر الفساد است. رای بهترین راه را که ما به هندستان داریم، رای واگه پاکستان است. ما بهترین صادرات به پاکستان داریم. ما غیر میتونیم که دوستی و صادرات خود از زیادتر به پاکستان کنیم، چرا که پاکستان با میارای افغانستان، پاکستان با میارای افغانستان یکی است. هیچ کدام مشکلی نداره، همی قبول میکنه. این صادراتی که ما داریم بجز از پاکستان و بجز از هندستان، ما به دبی صادرات داشتیم. ما خودم شخصی صادرات داشتم به دبی، مگر که رفت همون مفادی که میکرد مفادش هم ضرر کرد، چون که در اوج همی
ارتشا است، همی خود ارتشا کس بی تفاوت نرخ میتن به جناب وزیر صاحب که جناب وزیر صاحب اینی چیز اینقدر افزایش یافته قیمت زیاد داره، اگر امکان داشته باشه ما یک معموله به حجم 750 تن پیاز قرارداد کنیم. امرای خود وزیر صاحب قرارداد کرد امرای امارات دبی، مگر همون پیازی که همون هر تاجر ما برده تاوان کرده، یک یوم فایده نکرده، ضرر کرده و تاوان کرده و فایده نکرده. ارتشای تجارتی که در کشورهای بیرون هستند چقدر برای بازاریابی تولیدات داخلی کوشش کردن یا محصولات که از کشور به بیرون میره؟ امی ارتشای تجارتی که می فعلا به دبی است، صدای ما را از امیجا شاید بر از با میرسن، انشاءالله میبینن. کسی بود که برای ما نرخ پیاز دادن، حجم فیتون پیاز برای ما گفتن که فیتون پیاز 821 دلار است. وقتی که می پیاز ما صادرات کردیم رفت به دبی، این سودا شد به بسیار قیمت ناچیز که حجم تکت تیاریشون پوره نکرد. توسط دلیسای اویی که روان کردیم همین حجم کرای تیاره رو پوره نکرد. ارتش تجارتی او قدر وقت نداره که او مال تو صادر کنی و او بره بالای سرش آگاهی کنه، نرخ آگاه باشه. او مالی که ما روان کردیم او به دست مردمای هندستان، به دست تاجرای هندستان است. هندستانی ها تسلیم شدن، ما همراه از با به صحبت اول یک چیزی ناچیزی صحبت میکنیم. باید در اینجا پل ارتباط بین ما و تاجر هندستان ارتش تجارتی است. ارتش تجارتی او که هیچ ظرفیتی را نداشت، چون که من میره در دبی دیدم دیگه جای را خوب بر صورت نمیمونه. نمایشگاهی که برای میوه‌جات تازه در دبی برگزار شد همچنان در هند چقدر توانست که تاثیرگذار باشه بالای صادرات کشور؟ ما همین نمایشگاه را چندین روز است هم در روز ما مطبوعات دیدم، هم از نظر فیسبوک ایره من تعقیب کردم، دیدم در این نمایشگاه 5-6 تاجر گفته نمیتونم بقایش همه کسایی که رفته توسط یک ارتباط رفتین، به سید رفتین، کجا یا تاجر دعوت کردین؟ اگر وطاقای تجارت است، اگر وزارت زراعت است، کدام تاجر یا دعوت کردین که واقعا تاجر باشه که صادرات داشته باشه؟ امروز همگی میگم من تاجر هستم. تاجر کسی است که صادرات داشته باشه، جوازش در کار باشه، جوازش فعالیت داشته باشه. همین کسایی که رفته کلش توسط یک ارتباط دوستی در بینشون رفتین. او معموله صادراتی که به خارج همین نمایشگاه عمود نمایشگاه به تاجر میرسه که مصرفش به دوش خود تاجر باشه، مصرف تکت تیارهش ویزیش کلش به دوش تاجر باشه. تاجر یک زنگ تاجر میبینه که من دعوت هستم، من مصرف تکت تیاره را میکنم، من بود باش خودم مصرف میکنم، از این رفتن کنم من نمیرم. و اون دعوت های نمایشگاهی که خود دولت کمک میکنه یا موسی یا سعیدی کمک میکنه، او به او تاجری که واقعیت صادرات داره براز اون نمیرسه. او به یک ربط دوستی خودشان است، طور واسطه کسایی میره که او تاجر بسیار فیصدیش است. من نمیگم همش نیست، او فیصدیش است. یه طور فکر کنید شما 10% 15% اگر تاجر باشه دیگه، همه که طور یک رابطه در اون نمایشگاه حاضر میشن و اشتراک میکنن. وقتی که پس میاین چون که او در اون رشته و در اون مسلک نیستن، او هیچ نمیتونن که صادرات افزایش بدن. تا جایی که دیدم ایشه ما سال آینده سردخانه نخواد داشتیم برای نگهداری میوه تازه. شما وضعیت میوه تازه را و وضعیت کشاورزان و بازرگانان که واقعا صادر کننده میوه تازه هستند چگونه میبینید؟ یوم البتر شما قضاوت کنید. یکی خو موسم تغییر کرد، میوه تربوز شما دیدید، تربوز به کدام اندازه؟ فی کیلو تربوز لازم نبود که فی کیلو تربوز به 2 افغانی سودا شود. این طالب کی است؟ دایش کی است؟ اردوی ملی کی است؟ اما ما یک افغان هستیم، اما ما یک برادر هستیم. امی بچه دیقان که صادرات خود وجمش میورداره، او چیزی را که تقاضا داره فامیلش او را پوره کده نمیتونه، مجبور میشه از ناچاری زراعتش دکایش میشه، پول خانه نان میطلبه، فامیلش نفقه میخواه، برازو چی بتا مجبور است که بره تفنگ بگیره. در مقابل اردوی ملی، در مقابل امی دولت، از بیناکسی، از ناچاری، از پریشانی، از اقتصاد ضعیف، در مقابل دولت تفنگ میگیره. و اینی جوانایی که امروز از پندون، از دانشگاه و از مکتب فارغ میشه، برازیا وظیفه داده نمیشه. امروز وظیفه‌ای که در سطح اما وزارت ها، شما همگی صحبت های مرا ببینن که این همش توسط یک روابط است. اگر قماندان بشناسی، اگر وکیل بشناسی، وظیفه تست اگر نشناسی، نه مشکل، اما مشکل این مشکل است. و روزمره اگر صادرات ما به می رقم باشه، ما یک صادرات داریم و میوه تازه و سبزی روز به روز بس پسمانی و بکایش و پریشانی دیقان و به وضع خراب شدن این کشور است. خیلی سپاس حاجی میرویز حاجی زاده، صادر کننده میوه تازه و سبزیجات عزیز، شما در زیربنا تشریف آوردید. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل.
سپاس از همراهیتان تا این دم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.